درباره درگیری هایشون با آقای آموزگار پس از حادثه تبریز و مسئله طرح دستگیری 1500 نفر به گفته خودشون از مخالفان که ظاهرا این طرح به نتیجه نمیرسه و به شکست میانجامه. خب شما 1500 نفر رو میخواین دستگیر کنین، جواب محافل بین‌المللی رو کی میده؟ گفتم جواب محافل بین‌المللی رو جناب عالی باید بدین که نخست وزیر هستین، که بایستی جامعه مردم رو حفظ بکنین که اینها میان این همه آتش سوزی و آدم کشی اینا رو انداختن. بنده باید جواب قانون رو بدم. قانون ثبات یک وظایفی رو برای ما مقرر کرده، به ما نه کسی دستور کسی میده که این کارا رو جلو این کارا رو نگیرین، نه دستگاه ما رو منحل میکنن. اگر فردا یه حسابی کتابی در کار بیاد بگن خب باطل چه شما جلو این کار نگیرین، معلوم نیست جواب من چیه. و بعد هم محافل بین‌المللی کیان؟ آمریکاییان. گفت آقا چرا شما شانتاج میکنید؟ محافل بین‌المللی کی گفته؟ گفتم هر کیان. گفتم محافل بین‌المللی دنبال دو تا جبهه ملی و نمیدونم دو تا خبرنگار هستن، اگه نه دلار این تروریستای مذهبی و نمیدونم خبرنگاران اسلام و نمیدونم مطلطه و اینا که نیستن که الان اینا میرن این چله ها رو راه میندازن و مملکت دارن باهاشون بکشن. گفتم نمیشه اجازه بدید. گفتم نمیشه که نمیشه. نمیشه. من از اونجا که خارج شدم البته خب به نصیری فقط گفتم که با آموزگار دعوامو شده است، ولی خب بهش نگفتم دارم میرم پلو هویدا. رفتم پلو هویدا، رفتم وزیر دربار، رفتم پلو هویدا و گفتم که بله، گفتم خبر شنیدین اعلامیه دولت رو؟ بله. خوب بود بد نبود فلان. گفتم حالا داستان این شده و این آقای آموزگار اینطوری میگه و شما باید علازت متقاعد کنید که ما این 1500 نفر دستگیر کنیم، اگر نه اوضاع از کنترل خارج میشه. اینا گفت اینا کیان؟ من گفتم یکی هستن. همینطوری اون یادداشت میکرد. سران نهضت آزادی بودن، جبهه ملی بودن، اصلا همین اصلاح 300 نفر و آز و اینها افراطی طرفدار خمینی بودن، 400 نفر طلاب مدرسه مدارس همدانی و فیضیه و خان قم بودن و بعد اصلا یه تعدادی هم از این کسانی بودن که به اصطلاح تو همون گروه های تروریستی بودن، ولی ما اینها رو آزاد کرده بودیم موقعی که سر به سرخ می اومد و زودتر آزاد شده بودن. الان باید دلیلش رو باید جداگانه بگم مفصله. گفتم باید این 1500 نفر دستگیر کنیم. ایشون یادداشت کرد هویدا، اینا رو گفت به خبر میدم. ساعت 9 شب به من تلفن زد که بله من مطالب شما رو به عرضشون رسوندم، فردا صبح نصیری یه گزارش بیاره. نصیری من شب ساعت 10 برگشتم اداره و این گزارش رو نوشتم و صبح بردم دادم نصیری و گفتم با حرفایی که دیروز با آموزگار زدم شما اینو ببرین و از ارزاد اجازه بگیرین که ما این کارون شروع کنیم و این دستگیری رو انجام بدیم. دیدم که جلوی بعضی از اینها گذاشته منها، یکی دوش هم به اضافه گذاشته منها رو شروع کرد. اول نهضت آزادی و سرانش بودن منها. گفتش که گفتم یعنی چی؟ گفتش یعنی ارزاد فهمدن که اینا چون اینجا یک کمیته حقوق بشر درست کردن و با آمریکا یا مربوطند و فلان، نه جبهه ملی هم همینطور نه. بعد 400 نفر طلاب مدرسه فیضیه و حقانی و خان قم نه. گفتم اینا دیگه برای چی؟ نه. گفت فرمودن اینها بازداشت دست جمعی است نه. بعد از کنم که نه 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 تا اومد روی 300 نفر فقط با آز افراطی طرفدار خمینی و اینا و چند نفرم از خیلی آدمای تروریست چیزی اینا رو جزو 300 نفر. ما از فرداش این شروع کردیم این 300 نفر رو دستگیر کردن. تمام تدارکاتی که اینا داشتن میکردن برای 15 خرداد بود که سالگرد 15 خرداد قدرتشون رو نشون بدن که چی هستن. ملت این دستگیری که ما کردیم این 300 نفر رو 15 خرداد آب از آب تکان نخورد. در صبح روز همون 15 خرداد در بازار تهران 20% مغازه بسته بود، بعدشم باز تمام شد. چله ها تموم شد. دیدیم و شنیدیم ایشون صحبت از این میکرد که آرامش نسبی برقرار شده بود بعد از اون موج دستگیری ها به گفته ایشون، ولی ظاهرا با تغییر رئیس ساواک و آمدن آقای مقدم شاهد برخورد ایده شدت عمل در برابر رفرم هستیم. روز 17 خرداد نصیری عوض شد، مقدم شده اید. با مقدم وعده دعوا داشتم تمام مدتی که این چیزی بود، دعوا داشتم که ایشون هم تازه اومده بود از آمریکا ملاقات اینجا کرده بود، شده بود آزاد خواه، اومده بود و گفتش که بله فلان اینا که ما واسه الان تعلازت هم توی مسیر مخالفه آزادی خواه. گفتم تیمسار الان این مخالفین ما رو در یک وضع بدی میبینن، الان بایستی یه مقداری قدرت هم ما داشته باشیم که بتونیم صحبت کنیم. مملکت ما آقای دقانپور وضع انقلابی نداشت و مملکت ما در سال 55 از سال 50 بدتر بوده، از سال 45 بدتر بوده. در سال 55 این همون گروه های تروریستی کمونیستی یا مثلا همشون کنترل شده بودن.
زندان بودن، 3000 نفر زندانی داشتیم، ولی به هر حال در بیرون دیگه این گروه های نمیدونم چیزای فدای خلق و مجاهدین خلق چه سلولای مسلح نداشتن، رهبرانشون هم کشته شده بودن. مسئله بحران رهبری بود. انقلاب نخ مملکت ما آمادگی انقلاب نداشت، مملکت ما احتیاج به اصلاحات داشت و من هم بارها برای همین اصلاحات بارها مورد سرزنش قرار گرفتم که گزارشاتی میکردم. من همیشه معتقد به اصلاحاتی بودم. دعوای من گاهی موقع با بعضی از همین مسئولین این بودش که ما باید اول به طرفداران رژیم آزادی بدیم که اینا بتونن حرفاشون رو بزنن و مخالفین رژیم خلسلا بشن، بعدم مخالفین بتونیم رژیم آزادی بدیم. من همیشه طرفدار یه مقدار آزادی بیشتری بودم. در این موقعیتی که من دارم میگفتم که در الان که اینا به این نتیجه رسیدن که ما اصلا زیر ساتوره، اینا تا پترزبورگ به قول معروف ما رو دنبال میکنم تا پیاده نکنن. الان باید اینو رول کرد، بعد نشست و حرف حسابشون رو گوش کرد. حرف حسابشون رو یه مقدار محکم بود، حسابی بود که باید گوش نشده بود. من معتقد بودم که باید قدرت رو حس کرد، بعد اومد با در موضوع قدرت نشست و صحبت کرد و با یک مثلا راحل مسالمت آمیز رسید. اگر نه این داستان به این صورت، من متفقه بودم این داستان که به این صورت داره پیش میره، دیگه نتیجهش این است که شد. من نخه من به اینجور عقیده نداشتم که اگر ارز کنم که و همون وضع رو ما ادامه میدادیم حالا اینها حل میشد. تنشن بود، تنش بود، ولی به این صورت همه چیز از هم پاشیده نمیشد. یه در یک موقعیتی بود خب طوری پاشیده شد که مثلا خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن. نجدتاً مامورین و مسلح رو آوردن تو خیابونا، بعد گفتن تیراندازی نکنید، طوری نکنید. این طوری شد که از هم پاشید. منظور من این بودش که ما موضوعی باشیم که تصور نمیکنن که ما رفتنی هستیم. از موضوعی که این مثلا مخالفین به این نجستن که مثلا این رژیم رفتنی هست بودش، که یعنی 6 ماه آخر است که همه چیز تشدید میشه و منجر میشه به فاجعه. درباره شکنجه و قتل مخالفان صحبت کردم، ایشون صراحتا خودش در این بخش دیگری از این گفتگو که با هم میشنویم صراحتا اشاره میکنه به زعم ایشون 312 نفرشون عنوان میکنه طی سال 49 تا 55 کشته شدن در شرایط مختلف در درگیری ها و بعضی ها اعدام شدن و 3700 نفر به تعبیر ایشون در اوجش در زندان بودن که 700 نفر ظاهرا آزاد میشن و 3000 نفر در سال 55 حدودا در زندان بودن. بشنویم پاسخ پرویز ثابتی رو در مورد موارد شکنجه و قتل مخالفان. مثلا مردن تختی که میگن تختی رو کشت. تختی یه کسی بود گرفتاری داشته، گرفتاری جنسی پیدا کرده بوده، ناتوانی جنسی پیدا کرده بوده، یک گرفتاری خانوادگی پیدا کرده بود فلان. رفته بود 3 روز تو اون هتل اتلانتیک مونده بود. در طرف این 3 روزی که در هتل اتلانتیک بود، رفته بود در محضر با آقای کاظم حسیبی از رهبران جبهه ملی برای بچهش اینا قیم تعیین کرده بود. یک کسی که رفته تو هتل 3 روزه رفته هم قیم کرده، یعنی قصد داره خودشو بکشه دیگه. رفته اونجا خودش هم کشته بود دیگه. وقت اینا میگفتن نخیر کشته فلان، یا پسر خمینی یا همینطور، یا صمد بهرنگی رفته بود مثلا که با اون آقای فراحتی چیه فلان اینها با هم دیگه رفتن که بودن از رود عرف رد شن شرا بلد نه اون غرق شده بود. خب میگفتن کشته. آقای جلال احمد هم که این چه در آورده بود، بعد هم که خودش گفته بود که بله ما اینو در آوردیم، خب بعدم نبود که اینو در آوردیم. خب اتهام بی جا بود دیگه، اتهامات بی ربط بوده. یا شریعتی هم مریض بود فلان، تو لندن مرد، بایوپسی کردن چی کردن همه کارا رو کردن، در یه مرگ طبیعی بود، همه اتهام زدن. من شکنجه هم یک مسئله طولانی است که من میخوام جواب بدم. بنده عرض کنم به شخص خودم همیشه با شکنجه که یه چیز غیر قانونی بوده مخالف بودم. در حد خود هم سعی کردم که جلوی هر گونه چیزی که منجر به شکنجه بشه و چیز غیر قانونی بشه، یعنی من حقوق خونده بودم و یه همچیز داشتم و هیچ وقتم خودم نه شکنجه دیدم نه بازجویی کردم. من در بازجویی نبودم. من 7-8 نفر آدم رو دیدم، کسانی بودن که میتونم مثلا مصاحبه تلویزیونی کنم، اونم تازه محدود بوده. مثلا آقای نیکا بوده، آقای لاشایی بوده، آقای نمیدونم پارسا نجات بوده و اون یه آقایی هم بوده شو برای مولایی بوده. 3-4 نفر دیدم یا چند نفر دیگه هم دیگری که به مناسبتی که اینا مثلا یه موقعیتی داشتن و بهشون تضمین داده بودن که
اگر این حرفا رو همکاری بکنید شما تعقیب نمیشید. اینا چون این بازی‌ها رو نمیشناختن به من گفتن این آدم مهمیه، اگر شما بهش اطمینان بدید که مثلا این چیز نمیشه، این چون قیافه شما رو میشناسه قبول میکنه. در زمان مصدقی که این آقایون جبهه ملی ها این رو سمبل از کنم که دموکراسی و آزادی خواهی میکنن، تمام مدت در زندان شکنجه بوده، تمام مدت در زندان آقای مصدق شکنجه بوده. تا لحظات دیگر گفتگوی خواهیم داشت با مهدی فتاپور از زندانیان سالهای 52 تا 56 و از عضوهای کادر رهبری فدایان خلق. اصلا یکی از وسایل کار بازجویی و کسانی که بازجو بودن، سربازجو بودن، آقای حسین زاده، یعنی آقای عطارپور که آقای حسین زاده معروف بودن، یا ازغندی که عزلی بودن، یا آقای نادری که تهرانی معروفن، اینها یکی اصلا کارشون این بود که از طریق اعمال فشار و شکنجه اعتراف بگیرند، اطلاعات بگیرند، و شکنجه جزو کارهای رایج بود اون زمان برای زندانیانی که میگیرند، و کتمان این موضوع و اینکه یک چنین پدیده‌ای وجود داشته باشه یا کسی که رئیس دایره سوم باشه ازش اطلاع نداشته باشه، متاسفانه اعتماد آدم رو به مسائل و بقایای دیگه‌ای هم که مطرح بخواد بشه همه رو زائل میکنه. من سال 50 برای اولین بار دستگیر شدم. اون زمان دلیل دستگیری من این بود که نماینده دانشجویان بودم و فعالیت دانشجویی داشتم، هیچ کار غیر قانونی از نظر قوانین وقت نکرده بودم، یا حداقل مسئله‌ای نبود که به عنوان کار غیر قانونی مطرح بشه. من یک سال زندان بودم بدون دلیل، در واقع به دلیل فقط فعالیت دانشجویی و نمایندگی دانشجویان. 9 ماه سلول انفرادی بودم. اون زمان 3 بار بازجویی رفتم. بازجویی هم معنی شکنجه است، یعنی شلاق خوردم در حدی، خب حالا نه مثل سالهای بعد، ولی در حدی که مثلا 60 تا 70 تا هر بار شلاق خوردم. بعد از یک سال بدون محاکمه، چون اصلا محکومیتی نداشتم، کار غیرقانونی من نکرده بودم، آزاد شدم. بار دوم که من دستگیر شدم در ارتباط با سازمان چریکای فدایی بود، طبیعتاً پرونده‌ام سنگین تر بود، و این بار خب شکنجه سنگین شدم. شکنجه در اون زمان خب طبیعتاً بدترین شکنجه‌ای که وجود داشت مسئله شلاق بود. البته خب در بعضی موارد شکنجه‌های خشن‌تر هم، شکنجه‌های شدیدتر معروف زورم به کار گرفته شده بود، مثلا سوزوندن، یا مثلا خب منم با سیگار 1 کیلوگرم سوزوندن، ولی خب شکنجه شلاق به این دلیل که درد مداوم داشت و به طور مداوم بالا می‌رفت و طولانی می‌تونستن شکنجه بدن، رایج‌ترین نوع شکنجه بود. من شوک الکتریکی هم شدم، دستبند قپونی هم بهم زدن، ولی خب ناخن پام هم کشیدن. خب ناخن، بله آقای فتاپور، آقای ثابتی در جای از این مصاحبه که با ایشون داشتیم احتمالاً در کتابم همین نکته رو به شکلی عنوان کردن که رد میکنن حتی مسئله نقش داشتن ساواک در کشته شدن ویژن جزنی. بفرمایید شما ظاهراً هم زندانی بودید، یعنی ایشون رو ظاهراً از نزدیک میشناسید آقای جزنی، بفرمایید که روایت شما چه هست از نحوه کشته شدن ویژن جزنی؟ خب این مسئله، متاسفم که این موضوع رو مطرح کرده باشن، همونطور که گفتم این میتونه بقیه مسائلی هم که مطرح میکنن زیر سوال ببره. منو صدا زدن با 2 نفر دیگه از اون بندی که بودیم، ما رو بردن توی اوبرن، رو بردن گفتن میریم زندان دیگه. ما 3 نفر رفتیم یه اتاقی، من اونجا یهو دیدم 40 نفر اونجا هستن. همه 40 نفر افرادی بودن که در ارتباط با فدایی ها زندان اومده بودن، من اکثرشون رو میشناختم. من با 2 نفر اونجا گفتم که خب احتمالاً ما رو میخوان ببرن مصاحبه و بازجویی به دلیل همین که موضعتون نسبت به نیز رستاخیز چیه، صحبتی شما کردید؟ گفتن که خیر ما نرسیدیم. همین یه دفعه ما رو صدا زدن و بردن اینجا. رفتیم 3-4 نفری پیش بیژن جزنی که اونجا وایساده بود. ایشون گفت موضع ما همون چیزی که همیشه گفتیم، اگر بردن ما رو بازجویی بازم روی این تکیه میکنیم که مبارزه مسلحانه محصول شرایط استبداد و دیکتاتوریه، شما امکان فعالیت سیاسی بدید، همون روز این مبارزه تعطیل میشه و همه کار سیاسی میکنند. برو بردن اوین، هیچ بازجویی از ما نکردن. ما رو بردن یک اتاق 9 نفره، بقیه رو بردن سلول. اول من چند روزی اتاق 9 نفره بودم، بعد همه رو بردن سلول. تو اون اتاق آقای عزیز سرمدی هم با ما بود، چند روز بعد آقای سعید کلانتری، اینا کسانی هستند که اعدام شدن در همون 9 نفر، از زندان شهرستان ها بردن، ایشون هم من دیدم، و ما همه رو بردن سلول انفرادی. این همون برنامه‌ای بود که به شما گفتم، یعنی ما 1.5 سال ارتباطمون با بیرون کاملا قطع شد، ملاقاتیامون قطع شد، امکانات ارتباطی نداشتیم، روزنامه نداشتیم، کتاب نداشتیم، همه امکاناتی که در زندان قصر به طور عادی زندانی‌ها دارند از ما قطع کردند. و خب این مرجامی بود که برای ضربه زدن به فدایی‌ها تدارکیده شده بود که یکی از اجزایش قطع ارتباط زندانی‌ها بود، و ما همه رو برده بودن اونجا تو زندان بودیم. روز 29 فروردین یا 30 فروردین بیژن جزنی و دیگران رو اونجا صدا زدند، و آقای تهرانی در بازجویی‌هاشون و بقیه کسانی که دستگیر شدن افراد
متعددی صحنه رو حتی تشریح کردن و کسانی که اونجا بردن تو تپه اینا رو زدن، یعنی آقای حسین زاده و آقای عزادی و آقای تهرانی و رسولی و آقای سرهنگ وزیری که رئیس زندان اوین بود، اونا رو بردن با مسلسل بستن مسلسل. و ما بنابراین این موضوعی بود که ما خودمون هم همه در اون زندان موضوع رو در کنارش حاشیه‌اش بودیم. اصلا قرار بود ما رو بیارن زندان اوین و اونجا نگه دارن، که چون زندان اوین رو تازه ساخته بودن، سلولاش امکان داشت که ارتباط رو کامل قطع بکنن و اصلا با این هدف ما رو آورده بودن اونجا و اصلا مسئله انتقال به جای دیگه مطرح نبود. و بنابراین این موضوع کاملا هم توسط افراد مختلف تشریح شده و من خیلی تعجب می‌کنم اگر آقای ثابتی این موضوع رو خواسته باشن نفی کنن در کتابشون، و متاسفم اگر این کاری کرده باشه. تشکر میکنم.